90% شیوع دیابت نوع 2 به سبک زندگی بستگی داره و اصلاح رژیم غذایی میتونه به بهبود علائم دیابت کمک کنه. یکی از رژیم هایی که در موردش تحقیقات انجام شده و اثرش رو روی شیوع دیابت نوع 2 و کلن کنترل دیابت بررسی کردن رژیم گیاهخواری هست. سلام، من شیوا هستم، مشاور تغذیه. توی این ویدیو میخوام نتیجه تحقیقات در مورد اثر گیاهخواری روی کنترل دیابت رو بررسی کنم. یک سری نکات و یک سری نگرانی ها هم وجود داره که پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو رو ببینید. ما چند نوع رژیم گیاهخواری داریم. یکی رژیم وگان هست که هیچ گونه گوشت و محصولات حیوانی مصرف نمیشه. رژیم لاکتو اوو ویجیتریان که گوشت مصرف نمیشه اما لبنیات و تخم مرغ استفاده میشه. رژیم لاکتو ویجیتریان که لبنیات مصرف میشه، تخم مرغ مصرف نمیشه. اوو ویجیتریان که تخم مرغ مصرف میشه، لبنیات مصرف نمیشه. و یه سری باز رژیم های دیگه هم هستن. بعضی از افراد هیچ گونه محصولات گوشتی استفاده نمی کنن اما ماهی رو استفاده می کنن. یا بعضی افراد هم هر از مدتی گوشت رو استفاده می کنن. رژیم گیاهخواری سرشار از فیبر، ویتامین ها، مواد معدنی، فیتوکمیکال ها، پلیفنول ها، آنتی اکسیدان ها هست و چربی های اشبع و چربی های ترانس پایینی داره. بنابراین همه اینها در پیشگیری از دیابت نوع 2 و کنترل علائم دیابت نقش داره. توی تحقیقاتی که انجام شده شیوع دیابت توی گیاهخواران کمتر از همه چیز خواران بوده. مواد غذایی که توی رژیم گیاهخواری استفاده میشه غلات کامل، میوه ها، سبزیجات، حبوبات، آجیل ها و دانه ها هست. رژیم گیاهخواری باعث کاهش کلسترول میشه، کاهش احتمال مبتلا شدن به بیماری های قلبی میشه، باعث کنترل قند خون میشه، کاهش هموگلوبین A1C، بهبود حساسیت به انسولین، کاهش فشار خون، کاهش نوروپاتی دیابتی و نارسایی کلیه. اما نگرانی هایی هم در مورد استفاده از رژیم گیاهخواری وجود داره. یه مورد این که ممکنه که افراد به جای استفاده از غلات کامل و کربوهیدرات های پیچیده رو بیارن به کربوهیدرات های تصفیه شده و کربوهیدرات و غذایی که شکر افزوده دارن. اینجوری مدیریت قند خون به هم میریزه و حتی ممکنه که دچار افزایش وزن هم بشن. مورد بعدی این که اگر فرد بخواد بدون اینکه رژیم تنظیم شده ای داشته باشه گیاهخواری رو شروع کنه، ممکنه که توی تامین پروتئین دچار مشکل بشه. خیلی خوبه که حتما با مشاور تغذیه در ارتباط باشه تا اون بتونه غذاهای گیاهی که پروتئین بالا دارن رو توی رژیمش بگنجونه که دچار کمبود پروتئین نشه. غذایی مثل حبوبات، آجیل، توفو، دانه ها مثل دانه چیا پروتئین زیادی دارن که میتونه توی رژیم غذایی گنجونده بشه. بهتر هست که پروتئین های مختلف توی طول روز توی رژیم غذایی گنجونده بشه که ما مطمئن بشیم همه اسیدامینه های ضروری به بدن رسیده. اگر رژیمی از لحاظ پروتئینی ضعیف باشه، فرد رو میاره به کربوهیدرات بیشتر خوردن. پروتئین احساس سیری به ما میده که ما میتونیم توی کنترل وزن هم ازش استفاده کنیم. رژیمایی که لبنیات و تخم مرغ استفاده میکنن، تامین پروتئینشون راحت تره. مورد بعدی این که توی رژیم گیاهخواری احتمال کمبود مواد مغذی هست که بیشترینش مربوط به کمبود ویتامین B12، آهن و کلسیوم هست. سری مواد غذایی هستن که این مواد مغذی رو داشته باشن، اما چون جذب این مواد مغذی از منابع گیاهی کمتر از منابع حیوانی هست، ممکنه که هنوز ما دچار کمبود باشیم. بنابراین ممکنه نیاز به مکمل یاری باشه. مواد غذایی که حاوی مواد مغذی هستن رو توی دیسکریپشن براتون می نویسم که بدونید چیا هستن. همه ی رژیم های گیاهخواری سالم نیستن، یعنی افراد اگر ناآگاهانه رو بیارن به رژیم گیاهخواری ممکنه که در واقع یه رژیم ناسالم رو
انتخاب کنن، رژیمی که کربوهیدرات های فراوری شده توش وجود داشته باشه، و یا اینکه ممکنه توی مصرف کربوهیدرات یا مصرف آجیل ها یا دانه های چرب زیاده روی بشه و باعث افزایش دریافت کالری و اضافه وزن بشه. بنابراین رژیم گیاهخواری اگر به درستی تنظیم شده باشه و تمام مواردی رو که گفتم توش رعایت شده باشه، میتونه به مدیریت قند خون کمک کنه و از عوارضی که دیابت ممکنه که به وجود بیاره پیشگیری کنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگر دوست داشتین لایکتون نره و این ویدیو رو بفرستین برای کسانی که میدونین بهش نیاز دارن.